سلام و صد سلام خدمت شما مردم خبری های عزیز و گرانقدر، هر جای ایران که هستید و هر جای جهان که هستید و نام زیبای ایرانی بر شماست، روزتون بخیر باشه. خوش اومدید به استودیو پارسا. من بهناز قدسی تمام قد و با احترام در این روز خجسته، روز میلاد دختر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی علیه السلام در خدمت شما خوبان هستم با تبریک این عید بزرگ و روز مادر. انشاءالله که سایه همه مادرانی که در قید حیات هستند مستدام باشه. با من نگاهی بندازیم به عکسای خبری روز. بریم حسینیه امام خمینی و دیدار هزاران تن از مداحان و ذاکرین اهل بیت با رهبر معظم انقلاب. با هم تصاویری از این دیدار رو میبینیم. خب بریم سالن اجلاس و مراسم روز بزرگداشت زن با حضور رئیس جمهور صبح امروز برگزار شد و رئیس جمهور در ستاد زن و خانواده هم شرکت کردند و عکس هایی از این مراسم روز بزرگداشت زن و ستاد زن و خانواده رو با هم نگاهی میندازیم. بریم به دیدار مادرانی که در روز ولادت دختر پیامبر بزرگ اسلام حضرت محمد مصطفی، یعنی روز مادر، به دیدار فرزندانشون رفتن. مادر شهدا رو میبینید که در این روز و این ایام خجسته به دیدار فرزندان شهیدشون در گلزار شهدا رفتند و یادی میکنیم از همه مادران شهدا تمام قد و با احترام و گرامی میداریم، به هر حال یاد و خاطره همه شهیدان کشورمون رو. بریم با همدیگه سری بزنیم به بازار گرم گل و گل فروشی در روز عید و خلاصه آقایونی که برای همسرانشون، برای مادرانشون، مادرزنشون، خلاصه مادرهای خودشون گل خریدن دیروز و یک سری بزنیم به این عکس هایی که به زیبایی روز زن رو گرامی داشتن با خرید گل. بازار گرمی داشته دیروز خرید گل توسط آقایون. خب خبر بعدیمون خبر هنری هستش و اون هم 35مین جشنواره موسیقی فجر. همونطور که میدونید جشنواره فیلم و تئاتر رو پشت سر گذاشتیم و دو سه روزی هست که جشنواره موسیقی فجر آغاز به کار کرده و دیشب هم هنرمندانمون در بخش‌های مختلف در سالن‌ها و تالارهای مختلف به روی صحنه رفتن و به رقابت پرداختن تا اینکه به هر حال برگزیدگانشون انتخاب بشن. این هم خبر هنری کشورمون که این روزها در حال برگزاری است. و اما بریم عکس‌های بعدی و عکس‌های خارجی، خبرهای خارجی رو ببینیم. اولین عکس خارجیمون مربوط میشه به کشف سلاح‌های آمریکایی در یک مقر تروریستی در حلب سوریه که کشف شده و می‌بینید که پرچم آمریکا بر روی این سلاح‌ها هک شده بود. و اما عکس بعدیمون از اسپانیاست. کشاورزان اسپانیایی راه‌های منتهی به پایتخت رو با تراکتورهای خودشون مسدود کردن و اون هم در اعتراض به قیمتهایی که بر روی محصولاتشون قیمت گذاری شده. خواستار این شدن که دولت یک تجدید نظری در مورد قیمت گذاری هایی که بر روی محصولاتشون شده انجام بده و قیمتهای منصفانه رو انتخاب کنه. و اما بریم سراغ عکس های فضای مجازی که میدونم خیلی از شما منتظر اونها هستین. اولین عکسمون رو آغاز میکنیم با یک زوج کرمانی که آغاز پیوند مشترکشون رو در کنار مزار سردار دلها حاج قاسم سلیمانی آغاز کردن با کسب اجازه از این سردار دلها در کرمان و بعد از اون به مراسمشون رفتند. بله، مزار یک شهید مدافع وطن رو میبینید. مادر است دیگه. در شب میلاد بانوی اسلام حضرت فاطمه زهرا علیه السلام، این مادر شهید بر سر مزار فرزندش در این شبهای سرد حاضر شده و مزار فرزندش رو با پتو پوشانده. مادر است دیگر. خب بریم سراغ دو تا عکس براتون آوردم تو این بخش. با توجه به روزهای پربرفی که داشتیم، یکیش مربوط میشه به این عکس، یعنی به رشت که روزهای پربرفی رو گذرونده و اینجا کجاست؟ اینجا مرکزی هست که باید برف رو خلاصه مدیریت کنن، یعنی مدیریت بحران. همطور که میبینید لبالب پر از برف هستش و کسی نمیتونه حتی خارج بشه. بله. و اما عکس بعدی که مربوط میشه به خلخال، همطور که میدونید در خلخال
و مناطق غرب کشورمون تا 1.5 متر هم برف اومده بود و این عکس مربوط به خلخال هست و یک پدر و پسر که ماشینشون تا سر زیر برف و دارن تلاش میکنن که ماشین رو از زیر برف در بیارند. خب و این قسمت با هم سری بزنیم به بانوان ایرانی در هر کسوتی که هستند، هم مادرند و البته در کسوتهای مختلف که در عکس‌ها خواهیم دید ادای وظیفه می‌کنن. این وظیفه مادریشون باعث نشده که از جاهای دیگه، از کارهای دیگه‌شون باز بمونن. با هم سری بزنیم به عکس‌هایی از زنان کشورم ایران. بله. عکس‌های زیبایی از زنان پزشک، زنان ورزشکار، زنان عشایر، زنان دامدار، زنان پرستار و زنان خبرنگار، فیلم بردار در تصاویر میبینید و ادای احترام میکنید به همه مادران کشورمون که در هر کسوتی که هستند باز هم مادرند. به پایان عکس مکس 26 امین روز از ماه بهمن رسیدیم. تا درودی دیگر، بدرود.